جلسه قبل به رسم دیاگرام نایکویست رسیدیم که دیاگرام نایکویست روش نمایش قطبی پاسخ فرکانسی بود. پاسخ فرکانسی هم که از قبل یادتون هست، قرار شد که اگر ما به جای S در جی S جی اومگا قرار بدیم و این تابع تبدیل رو بر مبنای جی اومگا به دست بیاریم، در اثر تغییرات اومگا اندازه جی و زاویه جی رو محاسبه کنیم، این اندازه و زاویه مربوط به پاسخ فرکانسی سیستم میشه. اندازه میزان بزرگنمایی یا تقویت دامنه نوسانات میشه و اون زاویه هم که زاویه اختلاف فاز بین ورودی و خروجی خواهد بود که دیگه معلومه. و برای اینکه این اندازه و زاویه رو نمایش بدیم، یه راه این بود که جداگانه بر مبنای اومگا رسم کنیم که شد دیاگرام بود، یا اینکه بردار جی جی اومگا رو در صفحه جی جی اومگا پلین رسم کنیم، انتهاش رو در اثر تغییرات اومگا به هم وصل کنیم، یه منحنی به دست میاد که اون منحنی رو میگن دیاگرام نایکویست. برای یه سری سیستم های اولیه دیاگرام نایکویست رو رسم کردیم، برای عرض کنم که انتگرال، سیستم رسته 1 در صورت مخرج، سیستم رسته 2 در صورت مخرج و غیره، اینا رو دیدید، برای مشتق ساده هم دیدیم. نکته اینجاست که اگر شما برای المان های کوچیک یا ترم های کوچیک رسته 1 و 2 و انتگرال به دست بیارید، دیاگرام نایکویست مثل بود نیست که بتونید بگید من اینا رو با هم تلفیق میکنم و جمع میکنم رسته های بالاتر به دست میاد. دیاگرام نایکویست و هر شکل، هر تابع تبدیل رو که به ما بدن، باید خودش رو شروع کنیم به رسم. البته یک ارتباطاتی وجود داره، حالا اینا رو با هم میبینیم بحث میکنیم. حالا یک سیستم رسته 2 که تلفیقی از یک انتگرال و یک سیستم رسته 1، اگه بود بود خیلی راحت میگفتیم یه انتگرال داریم، انتگرال مشخصه، یه سیستم رسته 1 داریم اونم مشخصه، و به راحتی حداقل مجانباشو رسم می‌کردیم. بعد دیگه منحنی دقیق هم در اطراف اون مجانب‌ها قابل استخراج بود. حالا بیایم این رو میخوایم رسم کنیم. اولین مرحله اینه که جی جی اومگا رو به دست بیاریم. جی جی اومگا به جای اس جی اومگا قرار میدیم. دو روش وجود داره، یا این که بیایم این رو به صورت قطبی نمایش بدیم، یعنی این که بگیم اندازه ضرب در زاویه ای به قوه زاویه، یا این که به صورت کارتزیان نشونش بدیم، یعنی بخش حقیقی و بخش موهومی، که حالا اینجا به صورت کارتزیان نمایش داده شده. اومگا رو از صفر تا بی‌نهایت تغییر میدیم، میبینیم بخش حقیقی چه اتفاقی میفته، بخش موهومی چه اتفاقی میفته. اومگا رو اگر صفر قرار بدیم، بخش موهومی حقیقی منهای تیه، و اگر اومگا بره به سمت بی‌نهایت میشه منهای تی تقسیم بر بی‌نهایت که میشه صفر مقدارش، پس از حقیقیش از منهای تی به صفر میل میکنه. در بخش موهومی اگر اومگا رو مساوی با صفر قرار بدیم، این میره به سمت بی‌نهایت، پس از بی‌نهایت شروع میشه، و بعد اگر بره به سمت بی‌نهایت میشه صفر، میره به سمت صفر، و در بی‌نهایت چون هم این هم این صفره، یعنی چی؟ رفته به سمت مبدأ. پس اگر این رو بخوایم به صورت کلی نمایشش بدیم، یه چیز شبیه این خواهد شد. موقعی که اومگا صفره، مقدار حقیقی میل میکنه به سمت منهای تی، مقدار موهومی میل میکنه به سمت منهای بی‌نهایت، پس از منهای بی‌نهایت مماس با منهای تی شروع میشه و بعد میره به سمت مبدأ، چون در بی‌نهایت هر دو صفر. یه روش دیگه هم اینه که این رو به صورت قطبی بنویسیم. اگر میخواستیم این رو به صورت قطبی بنویسیم، جی جی اومگا رو
باید می‌نوشتیم اندازه این، که اندازه این مساوی میشه با یک به روی اومگا، اندازه جی اومگا میشه اومگا در رادیکال یک به اضافه اومگا دو تی دو، بخش حقیقی به قوه دو به اضافه بخش موهومی به قوه دو. این اندازه بود. در زاویه، این وقتی می‌نویسیم زاویه، اینجا منظورمون همون ای به قوه زاویه است، یعنی جی در زاویهش، که حالا این نمادش این مدلی اینطوری هم میشه نوشت که مقدارش میشه تانجانت اینورس. البته تانجانت اینورس اینجا چون صورت ما اینجا یک صفر منهای تانجانت اینورس داریم، اینجا یک صفر هست، صورت صفر، منهای منهای زاویه جی اومگا که مشخصه، یک زاویه 90 منهای زاویه تانجانت اینورس این قسمت که میشه اومگا تی، این هم میشه زاویهش. خب اندازه اینه، زاویه اینه. حالا باید ببینیم که اندازه و زاویه در اثر تغییرات اومگا چه اتفاقی براشون میفته. اومگا اگر بره به سمت صفر، یعنی جی اگه اومگا بره به سمت صفر، اندازش یعنی این میره به سمت بی‌نهایت، میبینید بی‌نهایتو، و این هم که میشه صفر، تانجانت اینورس صفر میشه صفر، دست میشه منهای 90 بی‌نهایت و زاویه منهای 90. و اگه بره به سمت بی‌نهایت، اندازش میشه صفر که میبینید صفره، و این اگه بره به سمت بی‌نهایت، تانجانت اینورس بی‌نهایت میشه 90، 90 منهای 90 منهای 90 میشه منهای 180 درجه. این هر دو مدل میشه این کارو براش به دست. خب یه رابطه کلی رو اگر بخوایم به دست بیاریم، یکی منطقه ابتدایی دیاگرام نایکویست، یکی منطقه انتهایی دیاگرام نایکویست رو میشه به صورت تقریب ارائه داد. اگر شما جی جی اومگاتون رو به این صورت بنویسید، توجه کردید که ترم‌های مختلفی که اینجا رسم شده نوشته شده، این ترم‌ها بخش ثابتشون همه چی هست؟ تبدیل شدن به یک، این بخش ثابتشون. خب یک سیستمیه که دارای رسته n هست، اینجا بهتره که اگر اینجا لاندا نوشتیم، اینو بنویسیم لاندای به اضافه یک، تا اینکه جمعشون به این صورت در بیاد، یعنی یک سیستم رسته این یک ضریب، یک به اضافه تی جی اومگا تی پرایم یک تا یک به اضافه جی اومگا تی پرایم ام. چرا اینطوری بنویسیم؟ برای اینکه معلوم بشه این از رسته ام، و پایین هم جی اومگا به قوه لاندا در یک به اضافه جی اومگا تی یک به اضافه لاندا تا یک به اضافه جی اومگا تی ان. یعنی چی؟ یعنی کل این از رسته ان، صورت از رسته M، مخرج از رسته N. از این N تا قطب لاندا تاش کجاست؟ در مبدأ، یعنی انتگرال رتبه لاندا داریم. خب که عملا این تایپ یا نوع سرو سیستم رو نشون میده، یعنی اگر ما این سیستم رو، این دیاگرام، این تابه تبدیل رو
در درون یک سیستم مدار بسته قرار بدیم، اون سیستم مدار بسته سرو سیستم نوع 1، 2 یا هر چقدر میتونه بشه. این سرو سیستم نوع لاندا میتونه باشه. این لاندا ممکنه که 0 باشه، 1 باشه، 2 باشه یا هر چقدر. درسته؟ بخش اولیه ابتدایی، یعنی اونجایی که امگا مساوی با 0ه، بخش اولیه یا امگا مساوی، چرا امگا وقتی 0 باشه اثر این غالب میشه دیگه، درست؟ اثر این قسمت غالب میشه، چون امگا میره به سمت 0، میره به سمت بی‌نهایت. در اون ابتدای دیاگرام نایکویست که تقریبا در حول و حوش امگا مساوی با 0 هست، از روی نوع سیستم قابل تشخیصه. اگر این لاندا 0 باشه، یعنی ما انتگرال نداشته باشیم، درسته؟ امگای مساوی با 0 از حول و حوش زاویه 0 آغاز خواهد شد. چرا؟ چون که اینا همشون میشن 0، یه کی میمونه، کی هم که زاویهش 0ه. یعنی وقتی که شما دیدید که از اینجاها شروع شد یک دیاگرام نایکویست، یعنی همین که اینو شما دیدید، یعنی بدونید این سیستم تایپ نوع 0ه، یعنی انتگرال نداره. یه دونه انتگرال اگر داشته باشه، یعنی اینجا یه جی اومگا باشه، جی اومگا خودش به تنهایی یه منهای 90 ایجاد میکنه. منهای 90 ایجاد کردن یعنی چی؟ یعنی آغاز از این منطقه است، از منطقه از اینجا. چرا؟ چون زاویه میشه منهای 90. اگر لاندا 2 باشه، یعنی این سیستم نوع 2 باشه، سرو سیستم نوع 2 ایجاد کنه، دو تا انتگرال داشته باشه، دو تا انتگرال یعنی دو تا منهای 90، پس باید از اینجاها شروع بشه، درست؟ اگر 3 تا انتگرال بود از اینجاها شروع میشد و غیره. بنابراین از روی تعداد انتگرال های سیستم میشه منطقه شروع رو تشخیص داد. یا برعکس، اگر دیاگرام نایکویست رو داشتیم، از منطقه شروعش شما میتونید تشخیص بدید که این چند تا انتگرال داره، درسته؟ این یک نکته. نکته بعدی، از روی رسته نسبی، یعنی n منهای m، از روی رسته نسبی هم میشه پیدا کرد که با چه زاویه‌ای به مبدا میل میکنه، درست؟ یعنی اگر منحنی دیاگرام نایکویست این مدلی یا این مدلی یا این مدلی با زاویه منهای 90 رفت به سمت مبدا، این نشون میده که رسته نسبی 1ه. اگه این مدلی رفت رسته نسبی 2ه، اگر این مدلی رفت رسته نسبی چیه؟ 3 هست. از رسته نسبی. چرا؟ چون برای سیستم نان مینیمم فیز، برای سیستم مینیمم فیز یادتون هست با حداقل فاز، وقتی که امگا میرفت به سمت بی‌نهایت، درسته؟ فی میرفت به سمت منهای 90 ضرب در n منهای m. این روابط برای سیستم های چی اند؟ مینیمم فیز اند دیگه. اینم میشه منهای 90 ضرب در n منهای m. 1 اینجا میشه من، میشه منهای 90. 2 میشه منهای 180. 3 باشه میشه منهای 270. از همون رابطه‌ای که قبلا دیدیم. برای سیستم های نان مینیمم فیز این رابطه فاز صادق نبود. این برای رابطه فاز صادقه. خب سوالی هست؟ خب اگه سوال دیگه معلوم نیست دیگه، باید حساب کرد. حالتهای مختلفی ممکنه پیش بیاد. اگه یادتون باشه برای یک تلفیقی از محل قطبها و صفرها، درسته؟ ما برای مینیموم فیز یه حالت بیشتر نبود، همه قطبها و صفرها سمت چپ. اما وقتی که مینیموم فیز نباشه، شما دو تا صفر داشته باشید، ممکنه یه صفرتون سمت راست باشه، ممکنه اون یکی صفر سمت راست باشه، ممکنه هر دو سمت راست باشه، سه حالت میشه. تازه قطباش هم حساب نکردیم، این فرض کردیم پایدار باشه. ولی وقتی میگیم مینیمم فیز معلومه همشون سمت چپن، هیچ اتفاق دیگری نمیفته. خب بریم سوالی دیگه. خب یک مقدمه ای بود بر رسم دیاگرام نایکویست که قسمتش هم جلسه قبل گفتیم. اون چه که خیلی مهمه و مسلمه اینه که شما باید حتی اگر سیستم نان مینیمم فیز هم بود، با استفاده از
نوشتن تابع تبدیل، نوشتن بخش اندازه و زاویه و بعد از صفر تا بی‌نهایت چطوری حرکت میکنه، یه شکل تقریبی برای دیاگرام نایکویست رسم کنیم. نکته بعدی در مورد دیاگرام نایکویست اون استفاده بسیار مهمی است که برای تحلیل پایداری ازش میکنن، که حالا اینجا راجبش بحث کافی خواهیم کرد. اینو باید یک کم دقت کنید، این قسمت رو خواهش میکنم دقت کنید. بعد از اینکه این تحلیل پایداری رو داشتیم، باز دوباره میریم و یه مقدار دیاگرام نایکویست بیشتری رو، پیچیده تر رو رسم میکنیم که هم تمرین بشه برای او، هم تمرین بشه برای تحلیل پایداری. خب اینجا رو من خواهشم اینه که همه عزیزان دو برابر توجه کنن. همون دفعه اول متوجه شدید، شدید، نشدید باید برید کلنجار رو بدید به خودتون، منم دیگه حوصله دوبار گفتن ندارم. پیچیده هم نیست، فقط باید حواستون جمع باشه، یعنی تا انتهای کلاس یادتون باشه من اولش چی گفتم، همین حواستون باشه کافیه. خب ببینید، ما میخوایم یک رابطه ای رو بین قطب و صفر و از اون طرف دیاگرام نایکویست به دست بیاریم. بعد چون این رابطه رو پیدا کردیم، اگه قطب سمت راست داشته باشیم تو دیاگرام نایکویست متوجه بشیم. اینو میخوایم. تحلیل پایداری یعنی این دیگه. پایداری یعنی قطب سمت چپ باشن. درسته؟ حالا ما میخوایم ببینیم اگه قطب سمت راست باشن چه اتفاقی توی دیاگرام نایکویست میفته. یه ارتباط بین اینها میخوایم ایجاد کنیم. خب در صفحه یک تابع مختلطی رو در نظر بگیرید که این تابع مختلط به نام FS در حوزه فرکان، حوزه لاپلاس یه چند تا قطب داره، چند تا صفر داره. قطباش اینا هستن، صفراش هم اینا هست. کجا نشون دادیم؟ در اسپلین. اسپلین یعنی این محور حقیقی S، این هم محور موهومی S، صفحه مختلط هم هست. محل قطبهای F رو اینجا نمایش میدیم، محل صفراش هم نمایش میدیم. در این صفحه شما میایید یک اصطلاحاً کنتور یا یک مسیر بسته، درسته؟ که این مسیر بسته جهت حرکت روش، یعنی جهت حرکت S، اینجا داره S حرکت میکنه، این نقطه هر کدوم از اینا یه S، خب S داره تغییر میکنه، جهت حرکت یا تغییرات S روی این منحنی بسته در جهت کلاکوایز باشه، در جهت ساعتگرد، عکس جهت مثبت مثلثاتی، کلاک وایز یا سی دبلیو باشه اصطلاح. موقعی که شما این را حرکت میکنید و میبندید، یه تعدادی از قطبها و صفرهای اف اس میفتن توش، توی این، یعنی این انسیرکل میکنه، دورش میزنه، در درون خودش جای میده، بعضیاش هم میفتن بیرون. خب یه قضیه هست که میگه اگر شما بیاید کانفورمال مپینگ یا نگاشت کانفورمال این رو روی اف اس پلین به دست بیارید. اف اس پلین یعنی چی؟ یعنی یک صفحه‌ای که محور حقیقیش بخش حقیقی اف اس، محور عمودیش هم بخش موهومی اف اس. اینجا وقتی میگید اس مساوی با این نقطه، درسته؟ این اس رو بذارید تو این رابطه، هر نقطه یک مثلا چه میدونم منهای 4 به اضافه 2 جی، این نقطه مثلا میشه اینجا منهای 4 به اضافه 2 جی، منهای 4 به اضافه 2 جی بذارید توی اف، اف رو به دست بیارید، یعنی بخش حقیقی و موهومیش رو جدا کنید، مثلا یه همچین نقطه‌ای به دست میاد اینجا. بعد اونا که تغییر میدید، این هم تغییر میکنه دیگه، درست؟ خب این یک منحنی بسته است، این هم یک منحنی بسته خواهد شد، دوباره برمیگرده سر جای خودش. کانفورمال مپینگ این منحنی بسته در اسپلین میشه یک منحنی بسته در اف اسپلین. خب چه رابطه بین اون قطبا و صفرا و این هست؟ رابطهش خیلی ساده است که این منحنی
مبدع رو، مبدع این صفحه رو، مبدع صفحه FS رو به اندازه زد منهای پی دفعه در جهت ساعتگر دور میزنه. یعنی اینو به اندازه زد منهای پی دفعه در جهت ساعتگر، یعنی در این جهت دور میزنه. زد منهای پی چیه؟ زد تعداد صفرهایی که این تو افتاده، پی تعداد قطبایی که افتاده این تو. یعنی الان میشه چقدر؟ میشه منهای یک. منهای یک برای n یعنی چی؟ یعنی ساعتگر دور نمیزنه، پاد ساعتگر داره دور میزنه، کانتر کلاک وایز. درسته؟ این یه قضیه بسیار مهمه، قضیه نگاشت در برای رابطه بین S و FS. بله. آها، الان میگم دور یعنی چی. خب ببینم اینجا من، خب اینجا ننوشتیم، توی اینجا خودتون میتونید یادداشت کنید. منظور اینجا پی، منظور تعداد قطبهای FS درون منحنی بسته صفحه S. Z چیه؟ تعداد صفرهای FS درون منحنی بسته FS. N تعداد دفعات دور زدن نگاشت، منحنی نگاشت در صفحه FS حول مبدا. دور زدن encirclement یعنی یه دور کامل، یعنی یک دایره کامل بشه. بعد چطوری حساب میشه؟ به این ترتیب که شما این، اگر یه برداری رو تصور کنید که ابتداش روی مبدا، انتهاش روی این، روی این منحنیه، موقعی که این در اثر تغییرات S این FS تغییر میکنه، این بردار چی میشه؟ داره تغییر میکنه. الان چه اتفاقی افتاد؟ از اینجا شروع شد، درست؟ از اینجا شروع شد، این بردار رفت بالا، بعد اومد پایین، دوباره برگشت بالا. یعنی این برداره یکم رفت بالا، باز دوباره اومد پایین. ببین، رفت بالا، اومد پایین، دوباره برگشت رو صفر. انسیرکلمنتی اتفاق نیفتاد. یعنی این تیکش هیچ خاصیتی نداره، یه نوسان ایجاد میکنه توی این بردار. بقیهش از اینجا وقتی که رسید به اینجا، این بردار شروع میکنه به چی؟ حرکت، و برمیگرده دوباره اینجا. این میشه یک دور کامل. اگه از اینجا شروع کرده باشیم دوباره میره بالا، هیچ فرق نداره، مهم نیست. دور کامل، یه دور کامل بیشتر این نزده. در چه جهتی دور زده؟ کانتر کلاک وایز. چرا؟ چون ما اینجا منهای یک به دست آوردیم. حالا میشه حد زد که اگر شما این خط این ور رو اینو بیارید این ورتر، یعنی این صفر هم بیاد توش بگنجه، این میشه دوی منهای دو، میشه صفر. اونجا خواهید دید که اصلا دور نمیزنه، فقط نوسان میکنه این نقطه. کسی سوالی داره؟ درسته؟ خب، یا برعکس بیاید اینو بیارید اینجا، یعنی یه همچین منحنی بسته ای بذارید. این منحنی بسته میشه منهای دو، درست؟ و این موجب میشه که این دو بار معکوس، یعنی کانتر کلاک وایز دور بزنه. یا یه همچین منحنی رو ایجاد کنید اینجا، این دوتا نباشن، این دوتا توش باشن، یعنی میشه دوی منهای صفر دو بار کلاک وایز دور خواهد زد. معنیش این، یه دوبار میشه بکشید. بله، یه دوبار میشه. بله الان، بله. چی؟ حالا این وری برگرده نداریم، ولی ممکنه حذف کنن هم دیگر. بله، درست. بله، هر شکلی باشه، فقط بسته باشه.
بله هر شکلی باشه. این عمومیه، ویژگی خاصی نداره دیگه. حالا میریم جلوتر ویژه مخصوصش، یعنی تبدیلش میکنیم به یه تابع تبدیل خاص. ولی الان این قانون، این قضیه عمومیه، هیچ ربطی به کنترل و نمیدونم مکان انسی ریشه ها و نمیدونم دیاگرام نایکویست اینا الان نداره. اف اس اون دیاگرام نایکویست شما توی اف جی اومگا رسم میکنید، اون اف اس. خب بله، آره دیگه، منظورتون اینه انسیرکلمنت هول، این که اینو دور نزده. و ضمناً برای اینکه خیالتون راحت باشه گفتم یه بردار از اینجا وصل میکنید به این، این برداره ببینید که این برداره وقتی که رو این، ابتداش اینجاست انتهاش اینجاست، این برداره وقتی که رو این حرکت میکنه این برداره چی میشه؟ از اینجا تا اینجا این بردار اول رو صفر، بعد میره بالا، دوباره میاد پایین، میره پایین، دوباره میاد بالا، میاد اینجا میشه صفر، یه نوسان میکنه. حالا یکی از راه‌های خیلی ساده برای تشخیص، دیگه دنبال بردار نگردیم و یکم سخت میشه، اینه که ما بیایم اینجا درسته؟ هر موقع خواستید ببینید که این سیرکلمنت چه مدلی است، اینجا از مبدأ یه خط در هر جهتی، مهم نیست، در این جهت رسم کنید، ببینید چند بار منحنی رو قطع میکنه و در این جایی که داره قطع میکنه جهت حرکت به این صورت دیگه، درسته؟ حول این میتونید مشخص کنید که این داره در جهت کانتر کلاک وایز حرکت میکنه، جهت مثبت مثلثاتی، منفی ساعتگرد، پاد ساعتگرد، درست؟ اینطوری هم اگر انجام بدید همینطوره، فرقی نداره. حالا اگر این مدلیه که یک آدم بی سلیقه بیاد این کارو بکنه، به اون که ساده است رو رها کنه، بیاد یه کار کنه سه بار این قطع کنه، اشکال نداره، باز هم این به این سمته، این یکی به این سمته، این یکی به این سمته، درست؟ نسبت به این چی داره؟ یک این میشه کانتر کلاک وایز، این میشه این هم عوض میخوام، این هم بازم کانتر کلاک وایزه، چون اگر اینو شما ادامهش بدید بیاید پایین اینطوری باز کانتر کلاک وایزه، اما این یکی چی میشه؟ این میشه کلاک وایز، این دوتا هم دیگر رو خونسا میده، فقط این یه دونه میده، این یه دونه میده، باز هم میشه منهای یک، فرقی نداره. به همین دلیل اگر دو بار مثلا یه همچین حالتی اتفاق بیفته، حالا اگر دو بار این مدلی باشه این میشه منهای دو، درسته؟ خب نه دیگه، از یه نقطه شروع میکنید به همون نقطه باید برسید، یعنی حق دوباره نه. خب پس این قضیه مهم کانفورمال مپینگ در اینجا میگه که اگر یک منحنی بسته با هر شکلی در جهت کلاک وایز حرکت کنه و تعداد پی قطب تابع اف رو در بر بگیره و زد صفر تابع اف رو در داشته باشه، کانفورمال مپینگش در اف اس پلین یه منحنی بسته‌ای خواهد شد که به اندازه ان دفعه مبدا رو دور خواهد زد در جهت کلاک وایز، ان هم حسابون زد منهای پی، خیلی واضحه نحوه شمارش ان و جهتش رو هم که دیگه توضیح دادیم به خوبی اینجا مشخصه، دیگه میتونید استفاده کنید. حالا بریم سراغ بله کانتر کلاک وایز دیگه، اون سه
اینجا رو میگی؟ اونو بالا اولی اینو میگی؟ اینو میگی؟ بله. یا اینو؟ نه بالایی این. آره این سه بار رد کرد. خب؟ نقطه دومیشو که بررسی کردیم. آره دیگه این الان این به این سمته. درسته؟ این جهت در این سمت دیگه. این جهت که در این سمته اگر بیارید پایین داره یک چی میگن؟ حالا مومان یا حرکت چی ایجاد میکنه؟ کانتر کلاک وایز ایجاد میکنه. این یکی کلاک وایزه. دوتاشون با هم این وقتی میشمارید ساعت پاد ساعت گرد پاد ساعت گرد ساعت گرد این دوتا هم حذف میکنن هم دیگر رو یه دونه پاد ساعت گرد. خب حالا بریم از این قضیه استفاده کنیم. بله فرض کنیم که یک سیستم مدار بسته داریم که درون این سیستم مدار بسته یک تابع تبدیل مدار باز تعریف شده. دیگه تابع تبدیل مدار باز چی بود؟ حاصل ضرب تمامی توابع تبدیلی که تو اون حلقه بسته وجود داره. اوپن لوپ ترانسفر فانکشن یا تابع تبدیل مدار باز همون جی اس باشه که یک پلینومیال چند جمله ای ای در صورت چند جمله بی در مخرج میشه. کلوز لوپ ترانسفر فانکشن یا تابع تبدیل مدار بسته تبدیل میشه به جی به روی یک به اضافه جی اچ به صورت کلی که قراره که اچ توی مسیر فیدبک باشه جی تو مسیر فید فوروارد. خب این هم باز شما این قسمت رو که اینجا ملاحظه میکنین میتونه پولینومیال به این صورت که اینجا دارید جی اچتون اون جی اچ باید باشه ای اس به روی بی اس بنویسید و به این ترتیب تبدیلش کنید. حالا باید بریم جلوتر ببینیم چه خاصیتی خواهد داشت اونو اونجا داشته باشید تا بعدا. فرض کنیم اون اف اسی که داشتیم صحبتشو میکردیم یعنی یک تابع مختلط در فضای لاپلاس که اف اس گفتیم باشه یک به اضافه جی اچ بر اساس اس. یک به اضافه چیه؟ جی اچ چیه؟ مخرج تابع تبدیل مدار بسته است. مخرج تابع تبدیل مدار بسته. اینو اگر مساوی صفر قرار بدید میشه معادل مشخصه. معادل مشخصه سیستم ما. پس اف مخرج تابع تبدیل مدار بسته است که اگر مساوی با صفر قرار بدیم ریشه ها و قطب های سیستم رو به ما خواهد داد. اجازه بدید چون که میخوایم اصلا همش همینه دیگه. صفر های اف اس چی هن؟ این اف اس دیگه. اف اس یعنی این صفراش یعنی اون چیزهایی که این صفر میشه اون اس هایی که بی اس به اضافه ای اس رو مساوی با صفر تبدیل به صفر میکنه. صفر های اف اس میشن قطب های سیستم مدار بسته دیگه. یعنی شما ریشه های اینو پیدا کنید یه همچین تابعی اگه داشته باشید تابع کسری صفراش میشه قطب های مدار بسته. صفر های اف اس قطب های مدار بسته میشن. تا اینجا درست؟ قطب‌های اف اس چی میشن؟ قطب‌های اف اس میشن همون قطب‌های مدار باز. قطب‌های مدار باز. پس اف اس که همون یکی به اضافه جی اچه یه سری صفر داره صفراش میشن قطب مدار بسته که برای ما خیلی اهمیت دارن. قطب عذر میخوام و قطباش هم میشه قطب مدار باز. اف اس صفرهاش قطب مدار بسته قطباش قطب مدار باز. این از روی اون شکل کاملا معلومه. بازم تکرار میکنم صفر اف اس میشه قطب مدار بسته قطب اف اس میشه قطب مدار باز. خیلی راحت و
پس FS مشخصات مهم مدار بسته و مدار باز در درون خودش داره. پایداری مدار بسته، چون ما به دنبال پایداری مدار بسته هستیم دیگه، حتی اگر سیستم مدار بازمون ناپایدار باشه نگران نیستیم. چرا؟ چون میخوایم سیستم مدار باز رو فیدبک کنیم، کنترل کنیم که پایدار بشه. مهم اینه که مدار بستمون پایدار باشه. یعنی چی؟ برای ما اهمیت داره که قطب صفرهای این، صفرهای این که قطبهای مدار بسته میشه همه در سمت چپ محور موهومی قرار بگیرن، یا اینکه در سمت راست نباشن. درسته؟ در سمت راست نباشن. خب حالا ما برای اینکه چک کنیم که در سمت راست هستن یا نه، کاری که میکنیم اینه که میایم یک مسیری رو، یا اون مسیر بسته‌ای که گفتم در اسپلینه، یک مسیری رو تعیین میکنیم که بهش مسیر نایکویست میگن. در اسپلین یک مسیری رو معرفی میکنیم که کل محور موهومی رو از منهای بی‌نهایت تا به اضافه بی‌نهایت در بر داره، و بعد از بی‌نهایت هم با یک نیم دایره با شعاع بی‌نهایت. با شعاع بی‌نهایت و جهتش هم جهت چیه؟ جهتش جهت کلاکوایز. ما باید بریم مپینگ این منحنی بسته رو در FS پیدا کنیم، در این ببینیم که چطور میشه. این FS پلینه. این بخش موهومی، این بخش ریل. خب موقعی که S رو یعنی چی؟ S رو شما از اینجا حرکت بدید بره به سمت بی‌نهایت، بعد اینو بیاد طی کنید دوباره اینجا بیاد تا اینجا، درسته؟ موقعی که S رو اینجا قرار میدید، یعنی S مساوی با صفر دیگه، اینجا که باشه میشه چقدر؟ که S مساوی با J ضرب در یه عددی. اینجا همینطور اون عدده عوض میشه. این همین S مساوی با J اومگاست دیگه. S مساوی با J اومگاست برای چه حالتی؟ برای اومگا مساوی با صفر تا بی نهایت. پس اگر شما در به جای S در FS J اومگا بذارید، اومگا رو از صفر تا بی نهایت حرکت بدید، یعنی در واقع اومدید کانفورمال مپینگ این رو به دست آوردید. این چی بود تا الان؟ چی اسمش چی میشد؟ اینجا دیاگرام نایکویست، دیاگرام نایکویست FS. البته دیاگرام نایکویست کل اینه، اون یه بخششه که توش حاوی اطلاعات زیادی است. بنابراین ما تا الان رسم دیاگرام نایکویست رو برای تغییرات اومگا از صفر تا به اضافه بی‌نهایت به دست آوردیم. حالا یه بار از منهای بی‌نهایت تا صفر رو هم باید به دست بیاریم که دقیقاً کانجوگیت اون قبلیه میشه. پس اگه کانجوگیت اون قبلیه بشه، پس این کل اینو داریم. چی میمونه؟ این یکی. باید پیدا کنیم که از به اضافه جی اومگا در جهت کانتر کلاک وایز اس رو به سمت بی‌نهایت میل بدیم و حرکتش بدیم تا جی اومگا یه منفی، منفی بی‌نهایت، کانفورمال مپینگ این چی میشه که برای هر حالتی حالتهای مختلفی پیش میاد. گاهی اوقات کل این میشه یه نقطه، گاهی اوقات هم نه، حالا اینا رو خواهیم دید. بنابراین الان هدف اینه که کانفورمال مپینگ اینو بیایم اینجا به دست بیاریم، ببینیم چه شکلی در میاد. مثلا حالا هر شکلی که در بیاد، اصلا این نقطه مبدأ رو
دور میزنه، دور نمیزنه، اگر دور میزنه کلاک وایز یا کانتر کلاک وایز و چند دفعه است. اینو پیدا کنیم. اگر پیدا کنیم تعداد دفعاتی که این کلاک وایز دور بزنه این مبدا رو، این تعداد دفعات برابر با چی خواهد شد؟ برابر با n خواهد شد که این n نشان دهنده زد منهای پیه. زد چیه؟ تعداد صفرهای اینجا، تعداد صفرهای چی؟ FS. صفر FS یعنی چی؟ یعنی اونی که برای مهمه دیگه. پس این میشه قطب تعداد قطب مدار بسته که اینجاست. اینجا باشه یعنی چی؟ ناپایدار. این چیه؟ قطب مدار باز. اینا تعداد قطب مدار باز ناپایدار. یعنی چی؟ یعنی این که سیستم مدار بازمون رو که ما داریم، این بی اس رو داریم دیگه، ما چون این رو داریم خیلی هم ساده است، تغییر هم نمی کنه، قطباش رو نگاه میکنه. اگه قطب ناپایدار داشت، ناپایدار یعنی چی؟ یعنی سمت چپ، عوض میخوام سمت راست. اگه تعداد اون قطب ناپایدار داشت میشماریم دیگه، مثلا دو تا قطب ناپایدار داره، اون اگر دو تا قطب ناپایدار داشت این پیه میشه دو. خب بعد میایم دیاگرام نایکویست کامل این منطقه رو رسم میکنیم، تعداد انسیرکلمنت رو در جهت کلاک وایز میشماریم، n به دست میاد. این رو هم میذاریم اینجا. پس این از روی دیاگرام نایکویست FS، نایکویست کامل FS. این هم به دست اینو داشته باشیم از روی ابتدای مسئله، فرض مسئله. اینو بعد از رسم دیاگرام نایکویست به دست میاریم، چی به دست میاد؟ زد معلوم میشه. پس اینجا هدف پیدا کردن زده، یا بهتر بنویسیم زد مساویه با n به اضافه پی. شرط پایداری سیستم مدار بسته چیه؟ شرط پایداری سیستم مدار بسته اینه که زد مساویه با صفر باشه، یا بهتر بگیم n مساوی با منهای پی باشه. اگر شما سیستم مدار بازتون ناپایداره، یه دونه قطب ناپایدار داره مدار باز، یعنی این که باید FS منهای یک دفعه مبدا رو دور بزنه، یعنی یک دور کانتر کلاک وایز دور بزنه. زد اگر این صفر شد، این یک شد، این صفر شد، یعنی سیستم مدار بسته اونم ناپایدار. اما این شد دو، این شد منهای یک، جوابش میشه یک. پس زد یه دونه هست، ما هنوز یه دونه قطب سمت راست داریم. خب بله؟ نه، زد که منفی نمیتونه باشه. خب زد و پی مثبتن، ان مثبت و منفی میتونه باشه. خب اینجا اجازه بدید به این میگن مسیر نایکویست. خب شرط مسیر نایکویست اینه که از هیچ قطب و صفری عبور نکن. یه سوال ممکنه پیش بیاد، خب اگر هیچ قطب و صفر مدار باز، اگر سیستم مدار باز ما اینجا یه قطب سه قطب چیز داشت، اگر قطب داشت، اون موقع باید چیکار کنیم؟ کاری که میکنیم اینه که در جهت سمت راست میایم یک نیم دایره تعریف میکنیم که
که این نیم دایره که شعاعش اپسیلونه، این اپسیلون بره به سمت صفر. یعنی فقط همین این نقطه رو اکسکلود میکنیم، جدا میکنیم. بعد این نیم دایره، یعنی پس حرکت میشه از صفر تا اینجا، این مثلا اسمشو بذاریم این نقطه رو، اگه این جی اومگا، این اگر اومگا باشه این نقطه میشه جی اومگای مثلا منفی، یعنی یه به اندازه منهای اپسیلون پایین تر از اینه، و اینجا میشه به اضافه اپسیلون بالاتر. اگر یه قطب اینجا داشته باشیم، بازم اینجا میایم اینو چیکار میکنیم؟ اکسکلود میکنیم. به این میگن صفر منفی، به این میگن صفر مثبت. پس اینجا میشه جی اومگا، به جای اس جی اومگا میذارید، به جای اومگا از منهای بی نهایت تا صفر منفی، از صفر مثبت تا به اضافه بی نهایت، این تیکه هم باید به دست بیارید. یعنی از اس مساوی با اپسیلون، که اندازه چیز، اگه اینو بزرگتر بکشیم، بزرگتر رسمش کنیم، درسته؟ این چیه؟ این میشه اپسیلون، اینم اگر زاویه تتا باشه، اپسیلون در ای به قوه جی تتا، اس میشه اپسیلون در ای به قوه جی تتا، که تتا، که تتا از منهای پی دوم در جهت مثلثاتی حرکت میکنه تا پی دوم. خب اس رو هم اینطوری حرکت میدیم. این قسمت از دیاگرام نایکویست رو هم باید رسم کنیم، این قسمت دیاگرام نایکویست رو هم باید رسم کنیم، درسته؟ که اینجا اس، بعد این میشه برای اس به سمت، باز میخوام برای اپسیلون به سمت صفر، این میشه این، این گنده بزرگه چی میشه؟ این یکی میشه اس مساوی با یک شعاع بی نهایت، اندازش بی نهایته، در زاویه ای به قوه جی مثلا باز تتا، که این دفعه تتا از پی دوم میره به سمت منهای پی دوم در جهت کلاک وایز، یکی کانتر کلاک وایز بود. تقریبا میشه گفت که چند قسمت داره؟ چهار قسمت داره دیاگرام نایکویستمون. یکیش همینه که همون دیاگرام نایکویست قدیمیمون بود که داشتیم. یکی مربوط به این قسمته که معمولاً که نه، قطعاً مزدوج اون میشه، یعنی متقارن قرینش میشه نسبت به محور حقیقی. یکی این نیم دایره، یکی این نیم دایره، نیم دایره ای با شعاع بی نهایت و نیم دایره با شعاع صفر، تقریبا به سمت صفر میره. این کانتر کلاک وایز، این یکی کلاک وایز. چهار قسمت خواهد شد. حالا میریم جلوتر چند تا دیاگرام رو رسم میکنیم. به هر حال یه دیاگرام بسته میشه، و نقطه مورد نظر ما هم این مبدأه، که این مبدأ چطوری داره طی میکنه. حالا نقطه اینجاست که این FSی که داریم اینجا داریم راجبش صحبت میکنیم، یعنی این FS، این چیه؟ یک به اضافه یه GS، HS دیگه، یعنی یک ثابت درونش هست. شما میتونید از بخش حقیقی یه دونه یک کم کنید، درست؟ اگر یعنی شما بیاید به جایی که این محور اینجا باشه، این محور رو بیارید اینجا، درسته؟ این دیاگرامی که شما اینجا رسم کردید، اگر روی این صفحه بیاید حساب بکنید، این صفحه همینه، یه دونه ازش کم شده دیگه. این میشه صفحه جی اس اچ اس پلین، این دیگه اف اس نیست، درسته؟ خب کاری که میشه انجام داد، و الان نقطه مورد نظر ما این نقطه است،
که توی اون منحنی قبلی میشه نقطه منهای یک. درست؟ ما به جای این که این تمام بحث اینه، به جای این که بیایم FS رو رسم بکنیم و مبدع رو بگیریم نقطه محل شمارش، میتونیم دیاگرام نایکویست GH رو رسم کنیم و نقطه منهای یک رو بگیریم نقطه شمارش. چرا این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه GH تابع تبدیل مدار باز ماست. این معادله مشخص است، یه تابع تبدیل مربوط به مخرج سیستم مدار بسته است. بنابراین کاری که میکنیم اینه که از این به بعد ما میایم از روی GH که تابع تبدیل مدار باز هست، تابع تبدیل مدار باز، از روی GH P رو به دست میاریم. P چیه؟ تعداد قطبهای ناپایدار GH، مدار باز. بعد میایم دیاگرام نایکویست کامل GH رو رسم میکنیم. GH چیه؟ باز تابع تبدیل مدار باز. یعنی این که شما رسم کردید تابع تبدیل مدار بازه. اگر یه دونه بهش اضافه کنید یه شیفت پیدا میکنه به سمت راست که میشه یک به اضافه ای. شما یه دونه ازش کم کنید کلشو بکشید کنار عقب به سمت چپ. اگر دیاگرام نایکویست GH رسم بکنید، چون کلش به سمت چپ رفته به سمت به اندازه یک، به جای اینکه مبدا رو به عنوان اون نقطه انسیرکلمنت یا دور زدن حساب کنید، نقطه منهای یک رو حساب میکنید. درسته؟ پس در اینجا دیاگرام نایکویست کامل GH یعنی سیستم مدار تابع تبدیل مدار باز رو رسم میکنید و بعد حول نقطه منهای یک تعداد انسیرکلمنت رو حساب میکنید، میشه N. این N رو که به دست آوردید Z میشه P به اضافه N. Z چیه؟ تعداد قطبهای ناپایدار مدار بسته. یعنی چی؟ الان تمام هنرش در چیه؟ تمام هنرش در اینه که شما میایید سیستم تابع تبدیل مدار باز رو تجزیه و تحلیل میکنید، راجع به مدار بسته نتیجه میگیرید. یعنی شما اینجا اصلا هیچ کاری با مدار بسته ندارید. شما میایید تابع تبدیل مدار بازتون رو نگاه میکنید چند تا قطب ناپایدار داره، بعد میاد دیاگرام نایکویستش رو رسم میکنید، به جای مبدا میاد روی منهای یک میبینید این منهای یک رو دور میزنه یا نمیزنه. اگه دور زد N رو محاسبه میکنید، میذارید تو این رابطه، تعداد قطبای مدار بسته به دست میاد. تا این لحظه ما راجع به مدار بسته حرف نمیزدیم. پس یکی از توانایی ها یا مزایای تحلیل پایداری سیستم مدار بسته توسط روش نایکویست اینه که شما اصلا موقعی میخواید مدار بسته رو تجزیه و تحلیل کنید اصلا با مدار بسته کاری ندارید، از روی تجزیه و تحلیل مدار باز نه مدار بسته رو نتیجه گیری میکنید. حالا هم اینا رو من اینجا گفتم، اینا رو با هم مرور میکنیم. خب مسیر نایکویست رو گفتیم که چیه، از یه همچین شکلی داره و اینکه ما به جای اینکه بیایم یک به اضافه GH رو رسم بکنیم، GH رو رسم میکنیم. اگه شما GH رو رسم کنید یعنی این منحنی یکی کم میشه ازش دیگه، از حقیقیش کم میشه، کل شیفت پیدا میکنه به سمت راست، به سمت چپ. این مبدا هم که اینجا بود میاد روی منهای یک قرار میگیره. درست؟ بنابراین ما میایم تحلیلمون روی GH انجام میدیم، GH رو رسم میکنیم و P تعداد قطبای ناپایدار مدار باز GH، N تعداد دور زدن نقطه منهای یک در جهت عقرب ساعتگرده و Z رو محاسبه میکنیم از روی P و N، تعداد قطبای ناپایدار مدار بسته به دست میاد. در صورتی که مسیر نایکویست ما
دوچار مشکلاتی از این قبیل بشه، یعنی اینکه روی مسیر نایکویست قطب یا صفری داشته باشیم، میایم یک منحنی، یک نیم دایره که شعاعش به سمت صفر میره رو دورش ایجاد میکنیم که این مسیر جدید رو بهش اصطلاحاً مسیر نایکویست اصلاح شده یا modified نایکویست path میگن. این مدلی که میبینید اینجا، همین مطالبی که نوشتم، خب یک جمله‌ای که اون بالا می‌بینید، حالا شاید الان زود بود اینجا ما نوشتیم، ولی به طور کلی اینطوری باید گفت که از روی همین روش نایکویست میشه اون رو نتیجه گرفت که اگر سیستمی ما داشته باشیم و مینیمم فیز باشه، سیستم مینیمم فیز یعنی اینکه صفر سمت راست نداشته باشه، درسته؟ موقعی که شما منحنی نایکویست فقط از صفر تا بی‌نهایتش رو رسم میکنید، دیگه لزومی نداره بقیه رو رسم کنید. شما میاید و مثلا این مدلی باشه. خب موقعی که میاد این دیاگرام نایکویست یک سیستمی است که فقط از اومگا رو از صفر تا بی‌نهایت تغییر دادید، همین، همون دیاگرام نایکویستی که تا الان یاد باش کار میکردیم، همون اون. وقتی که روی این حرکت میکنید، شما منهای یک رو در سمت چپ خودتون ببینید، اگر این اتفاق افتاد، این معنیش اینه که اگر کاملش رو رسم کنید، منهای یک میفته بیرون، انسیرکلمنت اتفاق نمیفته و به همین دلیل سیستم مدار بسته شما چی میشه؟ پایدار خواهد بود. اما اگر این مدلی شد، این مدار باز باشه، نقطه منهای یک هم اینجا باشه، سیستمتون هم مینیمم فیز باشه، این یعنی انسیرکلمنت اتفاق میفته و سیستمتون ناپایدار میشه. بله. بله؟ چی نوشتم؟ پایدار است. اون ناپایدار غلطه. اونم منهای یکه، بله. این منهای یکه، اینم پایدار است. بله. کامل شامل اون دایره بی‌نهایت هم نمیشه. میشه کامله. ما فقط الان منفی بی‌نهایت هم مثبت بی‌نهایت رو بیرون بکر درزاییم. همین دیگه، از اینجا تا پانجوگه پیش هم میشه. اون قسمت پایینی بعد این دایره رو چیکار کنیم؟ این رو دارید میگید؟ نه، همین نقطه که الان گفتیم. خب ما اگر صفر تا بی‌نهایت رو در نظر بگیریم، منفی بی‌نهایت تا صفر هم میشه کانجوگیت همون، یعنی مثلا درسته؟ 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 رو بالا میشه، بعد ما از روی این داریم قضاوت میکنیم، دایره در نظر نگرفتیم. حالا میبینیم دیگه، را نشونتون میدم، چند تا مثال حل کنیم، خودتون متوجه میشه. خب اجازه بدید حالا چند تا مثال حل کنم. بله. تو شما گفتید اگر ما صفر یا قطبی محور داشته باشیم، اون وقت دیگه تیکه تیکه باید بازه بندی کنیم برای میل دادنش، یعنی الان اگر نداشته باشیم از صفر تا بی نهایت، بله، اگر یه قطبی داشته باشیم باید از صفر تا اون قطب و از اون قطب تا بی نهایت. بله. خب الان یه سیستم رسته دو با دو قطب حقیقی و زم سمت چپ رو میبینید. الان همین الان میتونید بگید این سیستم چند تا قطب ناپایدار داره؟ بله؟ مدارباز دیگه، جی اچه. این قطب ناپایدار نداره.
اینش چنده؟ این دوه دیگه درسته؟ ام چنده؟ صفر. این منهای ام میشه دو. لانداش چقدره؟ صفره. یعنی تایپ صفره. تایپ صفر یعنی چی؟ یعنی اینکه انتگرال نداره دیگه. یعنی از کجا شروع میشه؟ از سمت راست، از نزدیکی محور حقیقی شروع میشه و بعد میره به سمت بی‌نهایت دیگه، چون جی اومگا اگه شما بذارید اومگا برسه سمت بی‌نهایت میشه یک به روی بی‌نهایت میشه صفر. پس میره به سمت مبدا. با چه زاویه میره به سمت مبدا؟ منهای 180 درجه. این منهای 180 یعنی یه چیزی شبیه اینه. همین بدون اینکه شما رسمش کنید، اصلا همین بدونین که بخواید خیلی خودتون رو اذیت کنید، چیز شبیه این خواهد شد که حالا میریم جزئیاتش رو میبینیم بیشتر، ببینیم چطوریه. و روی محور حقیقی پی چقدره اینجا؟ پی چقدره؟ پی چی بود؟ تعداد قطب‌های ناپایدار سیستم مدار باز. نداریم دیگه. پس پی میشه چقدر؟ میشه صفر. خب اگر این دیاگرام نایکویست از روی محور از جی تا جی اومگا، از اومگا از صفر تا به اضافه بی‌نهایت باشه، از منهای بی‌نهایت تا صفر هم این مدلی خواهد شد. یعنی از اینجا این میره به سمت منهای به اضافه بی نهایت، این هم از اینجا از منهای بی نهایت میاد به سمت بالا، اینجا میرسه به صفر، از اینجا هم از صفر شروع میشه و میاد به سمت. خب کسی میتونه بگه که اون کانفورمال مپینگ، اون نیم دایره بزرگ الان اینجا کجا قرار میگیره؟ ها؟ اونجا اس هست بی‌نهایت در یه زاویه دیگه. بی‌نهایت بیا توی این مخرج قرار بگیره میشه میشه صفر. یعنی همه گفتن توی این مبدا این نقطه کانفورمال مپینگ اون دایره نیم دایره بزرگ است. نقطه کانفورمال مپینگ نیم دایره بزرگ است. حالا n چقدره؟ کدوم نقطه مبدا مورد نظر ماست؟ منفی 1. n چقدره؟ صفر دیگه. n صفره و در نتیجه z میشه چقدر؟ صفر. سیستم اگر حول این یک سیستم مدار بسته ببندید، در همه شرایط برابر با در همه شرایط پایدار خواهد بود. خب حالا بریم ببینیم چه کار کردیم. اومدیم بالا این قسمت که خیلی سریع اینو رسم کردیم، اونجا اومدیم تحلیل کردیم دیگه. این اندازش میشه این، زاویهش میشه این. موقعی که اومگا میره به سمت صفر این اندازه میشه یک و زاویه اینها میشن چی؟ میشن صفر. موقعی میره به سمت بی نهایت اینجا اومگا این میشه صفر و اینجا دو تا منهای 90 خواهیم داشت، میشه منهای 180. دقیقا همینه که اینجا میبینید، این مطالبی که از قبل میدونستیم. و شکلی که ملاحظه میکنید زد مساوی با صفر میشه و سیستم مدار بسته ما پایدار. حالا اگر از اون قانون بالایی بخوایم استفاده کنیم، قانون بالایی میگه سیستم مینیمم فیز باشه. این سیستم مینیمم فیز دیگه، درسته؟ موقعی که دادید روی این دیاگرام نایکویست اولیه حرکت میکنید، نقطه منهای یک کجا قرار میگیره؟ سمت چپمون. این همون اصطلاحا میگه رول آف ثامب یا قانون سرانگشتی. یه قانون سرانگشتیه. خب بیایم یک سیستم دیگر رو بررسی کنیم. جی اس مساوی با کی به روی تی اس به منهای یک. این سیستم پایدار یا ناپایداره؟ ناپایداره. یعنی پی برابر با یکه.
سیستم مدار بازمون ناپایداره، پی برابر با یک. حالا باید بریم ببینیم چه بلایی به سر n میاد. n برای که n رو به دست بریم باید دیاگرام نایکویست رو رسم کنیم. جی جی اومگا، جی جی اومگا وقتی می نویسیم یعنی این که این قسمت، یعنی این قسمت اینو میخوایم رسم کنیم، این قسمت رو میخوایم رسم کنیم. چرا؟ چون اینجا S مساوی با J اومگاست که برابر میشه با K به روی رادیکال T2 اومگا 2 به اضافه 1. و فیش چقدر میشه؟ اینو باز توجه کنید، فی مساوی میشه با زاویه K که صفر منهای زاویه مخرج. زاویه مخرج اینجا J اومگاست، پس میشه تانژانت اینورس بخش موهومی یعنی T اومگا تقسیم بر بخش حقیقی یعنی منهای 1. باز برای چند اینجا این منفیه تو مخرجه، جای منفیه رو عوض بدل نکنید. اگه یه منفی هم اینجا داشتید بذارید هر دوش منفی بمونه، اینا رو حذف نکنید. هر دو منفی یعنی این زاویه جاییست که هم سینوسش منفی هم کوسینوسش منفیه، درست؟ و دیگه این موجب میشه شما اشتباه نکنید. خب موقعی که اومگا میره به سمت صفر، این صفره، این اشتباهی صفره. اومگا که میره به سمت صفر ام برابر با کی میشه؟ اومگای صفر یعنی سینوس صفر کوسینوس منهای یک میشه چقدر؟ 180. یه منفی هم اینجا داره میشه منهای 180. و موقعی که ام میره به سمت اومگا میره به سمت بی‌نهایت این میشه صفر اندازش. و زاویه‌اش چی؟ این رفته به سمت بی‌نهایت یعنی مقدار بزرگه، درسته؟ در اگر بر اینجا تی اومگا ما تقسیم کنیم این میشه یک، اینجا تی اومگا میاد پایین میشه منهای یک تقسیم بر تی اومگا میشه صفر، درسته؟ اما صفر منفی. چرا؟ چون خب صفر منفی یعنی این که اگر شما توی صفحه مثلثاتی نگاه کنید سینوس یک شده یعنی این حدود اینجا هاست یک، کوسینوس منهای صفر یعنی یکم این ورتر، فرق نداره به هر حال 90 دیگه، چه اینجا باشه چه اینجا باشه به هر حال 90. و چون که پس یه منها هم کنارش داریم، یه منها هم کنارش داریم میشه منهای 90. پس از منهای 180 میاد به سمت منهای 90. اگه بخوایم رسم کنیم تقریبا به این صورت در میاد، از بله 90 پایین باشه میشه 270. متوجه نشدم چی، یه بار دیگه بگین. 90 میشه منفی 270 درجه میاد پایین. 90 از پایین دیگه از اینجا میاد این شکلی، این شکلی یعنی از اینجا، از کی، اینجا کیه منهای کی، از کی شروع میشه و منهای 180 این شکلی شروع میشه و میاد اینطوری، این شکلی با منهای 90 میره به سمت. خب حالا ببینیم، پس اینجا n به چی بستگی داره؟ کسی میتونه بگه؟ به اون کی بستگی داره. اگر کی و بقیهش چی؟ یعنی از صفر، از منهای بی‌نهایت تا به اضافه تا صفر هم بقیه اینه، اینه این مدلی میشه. این کی مهمه. اگر کی کوچکتر از یک باشه یعنی منهای یک اینجاست، درسته؟ برای کی کوچکتر از یک این معنیش اینه که n چقدره؟ صفر. و در نتیجه p برابر با چند بود؟ یک. زد میشه چقدر؟ صفر به اضافه یک میشه یک. یعنی سیستم مدار بسته ما هم ناپایداره. اما اگر منهای یک اینجا بود یعنی چی؟ یعنی کی بزرگتر از یک بود، کی بزرگتر از یک منهای یک میفته اینجا دیگه، درسته؟ در این حالت ما منهای یک رو چند بار دور زدیم؟ یک بار. در چه جهتی؟ در جهت کانتر کلاک وایز، یعنی میشه چی؟ n مساوی میشه با منهای یک، پس z
مساوی میشه با صفر. پس کی بزرگتر از یک سیستم مدار بسته پایدار، کی کوچکتر از یک سیستم مدار بسته ناپایدار. این هم همین توضیحاتی که دادم اینجا هم ملاحظه میکنید. خب اجازه بدید که چند تا مثال دیگه هم در جلسه بعد با هم بررسی کنیم، همینجا قطع کنیم بحث. سوالی هست؟ بله. حالا برای بررسی سیستم‌های